با چند تا خبر کوتاه و فضای مجازی شروع میکنیم، بعد دیگه میپردازیم به بسته تحلیلیمون. منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. بچه‌ها فقط همین الان لطفاً دکمه لایک رو هم بزنید. لوپز سرمربی موفق قطر قرارداد خودش رو تا سال 2026 تمدید کرد. طبیعی هم بود دیگه، قهرمان بکنه و تا جام جهانی بمونه. ابراهیم حسار ستاره سوری آرژانتینی فولاد خوزستان به ایران رسید و کارش رو با قرمز پوشای اهوازی شروع میکنه. حالا خیلیاتون هم فکر کنم ماهان بود که پرسیده بود که این تکلیف عبدالکریم حسن چی شد، میاد ITC صادر شد یا نه. بله، در مقابل زبان هم بازی میکنه. سلام هم میکنم به محمود سعادت. امروز قهرمانی تیم نوجوانان پرسپولیس رو شاهد بودیم و چند تن از بازیکن‌ها و مدیر پرسپولیس هم صحبت کرد، حسین بادامکی. ولی چون طولانی بود وقت شما هم گرفته نشه، سعی میکنم گزیده صحبتاشو خدمتتون بگم. در مورد سهمیه بازیکن‌های خارجی گفت سهمیه بازیکن‌های خارجی پره، باید حتما بازیکن از لیست خارج کنیم که بتونیم جذب بکنیم. تو این یکی دو روز که فرصت داریم این مشکل رو حل میکنیم. حسین بادامکی گفته شهاب زاهدی پیشنهاد داره، یکی دو تا از بچهای تیم پیشنهاد دارم، ما به همه بازیکن نیاز داریم. امروز هم گفتم شهاب زاهدی به نظر میرسه که جدا بشه. گفت آقای درویش امروز از کربلا برمیگرده، اون نز داشت. ما از زمانی که من این کانال رو راه انداختم 20 بار آقای درویش رفته به کربلا اومده، مثلا تو این روزا که میدونیم روزای حساسیه واسه پرسپولیس. حسین بادامکی هم گفته که خدا بنده لوته صحبت‌های آقای درویش با باشگاه مس فردا یعنی شنبه وضعیتش مشخص میشه، به نظر میرسه که اونم به زودی میاد پرسپولیس. اما وحید امیری صحبت کرد و گفت که خودمون رو مدیون آقای گل محمدی میدونیم، با رفتن ایشون باشگاه خلأ بزرگی رو حس کرد. مهمترین هدف برای ما قهرمانی و سربلندی پرسپولیسه. نکته مثبت تیم ملی اتحاد بین بازیکن‌ها بود. باید به آینده امیدوار باشیم. کشورهای حوزه خلیج فارس روز به روز دارن پیشرفت میکنن. امکانات ما هم باید به اون حد برسه. از نظر پتانسیل و بازیکن خودمون میدونیم که حرف اول رو در آسیا میزنیم. بعد از بازی با ژاپن با چند تا از بچه‌ها تماس گرفتم و خدا قوت گفتم. جوانگرایی در حیطه اختیارات سرمربیه. جوانگرایی خوبه ولی تجربه هم مهمه. امید ابراهیمی هم بازیکنیه که همیشه از حضور در کنارش لذت بردم. خیلیاتون هم گفته بودید در مورد رامین رضاییان، در مورد احسان حاج صفی. بچه‌ها رامین رضاییان، احسان حاج صفی و امید ابراهیمی سه تا از مسنای تیم ملی بودن که سن بالای 34 سال داشتن. جالبه بهتون بگم رامین رضاییان و احسان حاج صفی بیشترین دوندگی رو به همراه سعید عزت‌اللهی در مقابل سوریه داشتن و خب این دوندگی رو دارن 15 کیلومتر توی مسابقه دویدن. یعنی شما میگید که بذاریمشون کنار؟ ولی اینم گوشه ذهنتون داشته باشید. گفتم اینا هم خدمتتون بگم. در مورد استقلال هم صحبت کنیم. شاید استقلال در بازی مقابل ملوان باور این رو نداشت که برابر حریف سرسختی قرار میگیره. زمینی که برای استقلالی هم خاطره خوش داشت هم خاطره بد. اما بازی در اواسط فصل برای تثبیت بیشتر صدرنشینی آبی پوشان حتی با تساوی هم میتونست ممکن بشه که این چنین هم شد. نیمه اول چنگی به دل نزد چون گلی هم به همراه نداشت. نیمه دوم وقتی آبی پوشان دروازه خودشونو باز شده دیدن، مجبور شدن تا برای به تساوی کشوندن بازی تلاش خودشونو دو برابر کنن. پس فقط یه دقیقه کافی بود تا گل خورده رو جبران بکنن و بازی باز به تساوی برسه و دو تیم در گشودن دروازه همدیگه فقط به این دو دقیقه نیاز داشتن که انجام شد. موقعیت‌های جسته‌گریخته هر دو تیم و به ویژه تیم استقلال راه به جایی نبرد. تا باز جمله معروف زور استقلال به حریف خود نرسید، تیتر یک اکثر رسانه‌ها بشه و خاطره از دست دادن امتیازهای فراوون تو بازی‌های خارج از خونه مثل نیم فصل اول گریبان آبی پوشان رو در دومین بازی نیم فصل دوم هم بگیره. با بردی که پرسپولیس برابر تراکتور به دست آورد و دو بازی عقب افتاده تیم سپاهان و فاصله کم امتیازی این دو تیم با تیم استقلال، واضحه که با از دست دادن این دو امتیاز بازی در انزلی، آبی پوشان جایگاه خودشون رو تو هفته‌های آینده متزلزل می‌بینن. تیمی که باید قدر بازی‌های خونگی خودش رو بدونه و از بازی‌های خارج از خونه هم غافل نشه و تلسم ناکامی‌های خارج از خونه خودش رو هم یه بار برای همیشه بشکنه. و ببینیم حالا جواد نکونام و تیمش چه کاری انجام میدن. با احترام به همه شماها بهترینید و بهتون افتخار می‌کنم. این استوری مسعود شجاعیه. این هفته هم که می‌دونید 2-1 بردن. آقای حدادی عضو هیئت مدیره پرسپولیس گفته که بیش از 30 مربی رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که عثمان رو انتخاب بکنیم. آها، من در مورد ادعای جنجالی تو تلویزیون هم صحبت بکنم. گفتن که پرسپولیس استقلال نوبتی به آسیا میرن، حالا بحث میکنیم در موردش. ماجرا از جایی شروع شد که یکی از مجریای برنامه ورزش و مردم، فکر کنم مهدی شریفی بود، گفت باید تکلیف مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال مشخص شه. پارسال استقلال حذف شد و شاید امسال مجبور بشن پرسپولیس رو کنار بذارن، چون امکان حضور همزمان این دو تیم در آسیا وجود نداره. در واکنش به این صحبت‌ها باشگاه پرسپولیس بلافاصله بیانیه داد و
اصل ماجرا رو تکذیب کرد. در قسمتی از بیانیه قرمز اومده اخذ مجوز حرفه‌ای نوبتی نیست. سال گذشته اگه متاسفانه باشگاه دیگر یعنی استقلال نتونست مجوز رو بگیره، هیچ ربطی به مالکیت مشترک نداشت. این یه دروغ بزرگ در فضای مجازی و سوی افراد غیر مسئول و دروغ پرداز بود. حالا این بیانیه پرسپولیسیاست. پرسپولیسی‌ها اعتقاد دارن که امسال هم مشکل خاصی برای حضور در آسیا ندارن. از طرفی علی خطیر بارها و بارها به هواداری استقلال قول داده که تیمشون امسال در صورت قهرمانی یا نایب قهرمانی به آسیا بره. البته ببینید کار فوتبالمون به کجا کشیده که حضور تو آسیا هم تبدیل به آرزوی هواداری پرسپولیس و استقلال شده. اما آیا واقعا ماجرای مجوز مالکیت مشترک نقشی در حذف پارسال استقلال داشت؟ در این مورد کاظم اولیایی عضو سابق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای گفته این فقط حرفای اون مجریه و حرف کمیته صدور مجوز حرفه‌ای نیست. AFC تمام مسائل رو در نظر میگیره و اینکه پرسپولیس و استقلال نوبتی به آسیا هم برند صحت نداره. نکته اینجاست که دو سال قبل پرسپولیس و استقلال با هم از آسیا حذف شدن. پس طبعاً حضور در آسیا نمیتونه نوبتی باشه و به هر حال ما باید خواسته‌های AFC رو برخلاف میل باطنیمون رعایت بکنیم. الانم بابت ماجرای مالکیت مشترک بارها و بارها هشدار داده شده. پرسپولیس و استقلال ببینید کی دارم میگم، تا 11 فروردین ما مهلت دارن، وگرنه هیچ بعید نیست دوباره همین مسئله دستاویزی بشه برای حذف یکی از این دو تیم و شاید هم برای هر دو تیم. البته که سایر مسائل مثل طلبکارای خارجی، چه میدونم نداشتن ورزشگاه اختصاصی، حق پخش تلویزیونی هم مهمه، ولی اینکه حالا دوستان چرا برای همیشه به سمت حل مشکل مالکیت مشترک نمیرن کم در نوع خودش جالبه. اوه حالا یکم از بحث جدی خارج بشیم، استوری علی قلی زاده رو با هم دیگه ببینیم. آها اینم استوری محمد حسین کنعانی زادگانه از دیدار با هواداری که نتونسته بود به اون لباسشو بده. حالا گفت که من به رفیقت دادم لباسمو و این دفعه حالا منتظرم که بیای تو تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس شرکت بکنی، با بچه‌ها عکس تیمی بگیری. قول میدم که بچه‌ها روی لباسی که میخوام بهت بدم امضا بکنن همشونو، بهت هدیه میدیم. حالا این جزء اوت اف کانتکست فوتبال دیگه، جزء خارج از گود فوتباله که به نظرم جذاب. حالا میخواد محمد حسین کنعانی زادگان باشه، دانشگر باشه، سیاوش باشه، هر کسی که میخواد باشه. ساکت الهامی تا پایان فصل سرمربی نساجی شدم. این دقایق پیش هم خبرش اومد، یعنی یه خوش آمدید ساکت پاشا هم کار کرده بود باشگاه نساجی. اصلا عجیبه چی جوری شما قرارداد میبندین با لوکاس آلکاراز و چه اطمینانی بهش میدین که تا پایان فصل بمونه. حالا اینکه رفته ساکت الهامی اومده، چقدر غرامت قراره به اون لوکاس آلکاراز بند خدا اسپانیایی بدین؟ کم در نوع خودش عجیبه. اگه ساکت الهامی خوب بود که چرا رفت؟ و اگه رفت باز چرا اوورد دینش؟ اصلا عجیب و غریب. حالا دنبال میشه، میگم انگار مثلا تو فوتبال ما همه چیز اصولیه. من تعجب میکنم، عجیب و غریبه. آقا محمد انصاری هم امروز مصاحبه کرد و گفت که مسئولیتم رو به حساب تقدیر میذارم، فینال با کاشیما شروع سقوط فوتبالم بود. گفته از سال 94 تا 99 از پرسپولیس طلب داشتم، اینا از اون بازیکنای با غیرت پرسپولیس هم، استقلالی هم میدونم از این بازیکنا دارن. گفته طلبم از پرسپولیس به صورت وام قرض الحسنه در اختیار 100 خانواده برای تهیه جایزه قرار گرفت. محمد انصاری ماهه، یعنی ببین این شایان مسلم، محمد انصاری، من شایان رو از نزدیک میشناسم، اونم درجه یکه. آها در مورد این حالا مجوز حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، آقای طاهری هم صحبت کرد، مدیر مجوز حرفه‌ایه، تو همین برنامه شبای فوتبالی همین دقایق پیش هم تموم شد. گفت که این نگرانی وجود نداره اینکه یکی در میون بشه یا جفتشون از آسیا حذف بشن، ولی خب باید پرسپولیس استقلال مدارک لازم رو تا 11 فروردین ما برسونن تا دیگه این اتفاقات بهونه هم ندن دست AFC. افشین قطبی هم و گفت که در بازی ایران و قطر فاصله بین بازیکن‌ها میتونست کمتر باشه و ما خیلی به قطر فضا دادیم و البته گلای قطر با بدشانسی ما شکل گرفت. قلندویی هوش بالایی داره، بعضی وقتا یه مربی تموم کار رو انجام میده و بازیکن‌ها وارد زمین میشن، اما احساسات اونا و جو ورزشگاه نمیذاره تاکتیک مورد نظر پیاده بشه. گفته در حال حاضر تو کانادا سرمربی تیمی ام که از صفر شروع کرده و شغلم رو دوست دارم، اما هیچ پیشنهاد رسمی از قلندویی و فدراسیون دریافت نکردم و تموم پیشنهادات در تلویزیون و رادیو بود. کاش قلعه‌نویی با من تماس می‌گرفت و این پیشنهاد رو مطرح می‌کرد. اما من همیشه برای خدمت به تیم ملی حاضرم و از راه دور میتونم به عنوان مشاور در خدمت تیم ملی باشم. گفت که همین اتفاقات سر اینکه من بیام سرمربی پرسپولیس هم بشم بود، یعنی هیچ پیشنهاد رسمی از طرف پرسپولیسیا به من داده نشد. حمید علی عسکری بازیکن سابق پرسپولیس هم صحبت کرده و گفته که انتخاب عثمان برای پرسپولیس زشت و مسخره بود. بی‌احترامی و توهینی به اون
نمی کنم، اما اون کاریزمایی که باید رو نداره. اینم تولد کریم باقری با حضور عادل فردوسی پور و ادمون بسی که فکر کنم دیده باشید. حالا واسه کسایی که ندیدم میذارم. آقا از شما تشکر میکنم. من واقعا تولدت مبارک کار کردی. آقا این ناقابل از طرف دست بازم آقا همین که ما رو بازی میدین کافی دارم دعوا سر این که کیش رو سرایت ویروس طلبکاری به مدافعان فوتبال ایران. وقتی همیشه خودخواهی. هفته‌ای که گذشت عجیب و باور نکردنی بود. از اون هفته‌ای که انگار ما در بخشی از اون نبودیم و نمیدونیم چی شده که جای اون کسانی که باید عذرخواهی کنن با ما عوض شده. از کنعانی زادگان که به یه نوجوان حمله کرد و شجاع خلیل زاده که به اصحاب رسانه بی احترامی کرد بگیرین تا شاهکار دو مدافع تیم سپاهان در حساس‌ترین بازی فصل باشگاهشون. در بازی رفت سپاهان و الهلال محمد دانشگر با اخراجی که داشت باعث شد در نهایت زردپوشای اصفهانی بازی رو واگذار بکنن و جالب این که همین سناریو تو بازی برگشت توسط سیاوش یزدانی رقم خورد. در حالی که سپاهان با یه گل جلو بود سیاوش یزدانی اخراج شد تا امید سپاهان رنگ ببازه و جالب این که اون مقابل هواداری الهلال با نشون دادن عدد 1 براشون کری خوند. همه این اتفاقات در حالی رقم خورد که سپاهان با همون نتیجه 1-0 هم حذف میشد و مشخص نیست سیاوش یزدانی برای چه کسی کری خونده. اصلا مشخص نیست این بازیکن چرا وقتی اخراج شد اینقدر راحت و با لبخند ژست انسان‌های برنده رو می‌گرفت. رفتار سیاوش یزدانی البته در ادامه با پاسخ الهلالیا هم رو شد و اونا نه با دست و ژست بلکه در زمین پاسخ مدافع سپاهان رو دادن. البته این پایان ماجرا نبود. ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که محمد دانشگر با یه استوری از بازی سیاوش یزدانی تمجید کرد. باورش سخته یا ما در بخشی از ماجرا نبودیم و نمی‌دونیم چی شده یا مدافعان فوتبال ایران به اوج طلبکاری رسیدن. اون از زوج خط دفاعی تیم ملی و اینم از زوج خط دفاعی سپاهان که هیچ کدوم مسئولیت کارهای خودشونو گردن نمیگیرن و همیشه از زمین و زمان طلبکارن. آخ اینم دیس عبدالله رواه به امیر قلعه نویی و کادرش. با هم دیگه ببینیم باحاله. من میگم که از دفاع بندازیم اونجا طارمی به صابونه یفته جلوی پای بقیه بزن تو گل. کسی نظری نداره؟ قلب من این نظری بدم. من به نظرم از دفاع علی باید بدیم کناره ها علی از کناره ها بر خیلی من زنده باش. خب اگه کس دیگه ای نظری داره که ما و اگه نظری هم ندارن که دیگه آقا قلب من نظری دارم اگه بخوام بفرم. من به نظر من ما اگه بتونیم از اون از اون خیلی من عزت و ذلت دست خداست. خب خدا رو شکر همدلیم و متحدیم و همین یه دل بودن من از من رمزیه که یه تیم میتونه دست شما در نکن. خیلی ممنون کسی نمون دیگه نه دیگه اینا ها کمک ما با کمک به این هلویی الهویه اون نه فامیلیشو نمیگم رفتارشو میگم. ببین درست میگم یا نه اصلا ساعت تکو میده یه دونه آره انفورمیشن داره دیگه. حالا ببینم اینجوری کردی منظورت اولیه بود یا دومیه؟ علی آقا علی قاطش کن اولیه قاطش کن اولیه داره میگه اولیه نه اشتباه میکنه گفتی دومیه. و در نهایت هم یه حرف حق و شاید تلخ. باید حقیقت تلخی رو که پیش روی فوتبالمون قرار گرفته رو قبول بکنیم. از سال 2002 تا امسال فرمت لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و طی این 22 سال هیچ تیم ایرانی موفق به کسب قهرمانی نشده. فوتبال ایران و فوتبال کشورمون روز به روز داره رو به عقب حرکت میکنه. دلیلش شما بگید و راه حلی هم اگه دارید این پایین واسه من بنویسید. لایک هم بزنید. فعلاً.